بسم الله الرحمن الرحیم محصلان عزیز القدر السلام علیکم لکچر 11 همه ما شما در مورد سالمونلا می باشه گروپ باکتری های سالمونلا جنس سالمونلا که اینا هم از همو خاندان یا فامیلی انترو باکتریاسیه می باشن با اتفاوت که نو ببخشید جنس سالمونلا و شیگلا اینا معمولا باعث مریضی میشن و اینا فلور نارمل امعا در انسان نیستن سالمونلا و شیگلا و اینا منظما در صورتی که داخل بدن میشن باعث ایجاد بیماری میشن ببینین عنوان در سالمونلا میباشه سالمونلا سالمونلا ها معمولا و یا اغلبا پاتوژن هست برای انسان و حیوان زمانی که از طریق دهان توسط آب و مواد غذایی گرفته میشن اینا میتونن بیماری رو ایجاد بکنن در حیوان و انسان و اینا معمولا از طریق از حیوان به حیوان و از حیوان به انسان انتقال میکنن غذاهای با منشأ حیوانی میتونه که اینا رو انتقال بده در صورتی که آلوده باشن غذاهای با منشأ حیوانی مثل شیر، تخم مرغ، گوشت، مرغ، ماهی اینا همه میتونه که در صورتی که آلوده باشه این عفونت ها و این انتانات انتقال بده به انسان و اینا ببینین که سبب کدام مریضی ها میشن انترایتس ایجاد میکنن التهاب امعا، التهاب شدید امعا، عفونت های سیستمی که ایجاد میکنن و تب مرغه که حتما شنیدین به نام انتریک فیور و یا شما باشه که سالمونلا ها جنسیه که جنس بسیار ناهمگون و نامتجانسی انواع زیاد سالمونلا ها در این جنس وجود داره و اینا سویه ها و استرین های زیادی هم داره که سالمونلا هایی که در انسان ایجاد بیماری میکنه اینا رو به نام سالمونلا های آریزونا گروپ میگن آریزونا گروپ آریزونا از نگاه مورفولوژی و توزیع سالمونلا ها در طول خود متغیر می باشند و اکثرا انواع آنها به استثناء سالمونلا پولوروم و سالمونلا گالیناریوم اینا متحرک بوده یعنی سالمونلا ها همه متحرکن به استثناء سالمونلا پولوروم و گالیناروم و فلاجیله های از اینا از نوع پریتریخس می باشه سالمونلا ها فلاجیل از اینا از نوع پریتریخس می باشه ببینید جنس سالمونلا اینا لکتوز تخمر داده نمیتونن و بالای مکنکی میتونن از جنس های کولیفورم باکتری های کولیفورم قابل تفکیک باشن چون اینا نان لکتوز فرمنتینگن در حالی که باکتری های کولیفورم اونا لکتوز تخمر میدن همچنین اینا خود هایدروژن سلفاید تولید میکنن در زمان رشد بالای محیطهای کشت هایدروژن سلفاید تولید میکنن که میتونه قابل تثبیت باشه و این سالمونلا ها در مقابل مواد کیمیایی به نام بریلیانت گرین سودیم دیوکسیکولیت و سودیم تتراتیونیت مقاوم میباشن مقاومت باشن که دیگه جنس های انتروباکتریسیه این مقاومت را از خود نشان نمیدن پس میتونن با علاوه نمیدن از این مواد کیمیایی مثل سودیم تتراتیونید محیط های کشت از اینا رو انتخابی بسازیم محیط های کشت از اینا رو انتخابی بسازیم حتی محیط های کشت از اینا رو محیط های کشت غنی کننده بسازیم یا انریچمنت برای از اینا ساختمان انتیجنیک از اینا مشابه به همه باکتری های انترو باکتریسیه چون اینا هم از این خاندانن جنسی از این خاندانن اینمو انتیجن های که سطحی به نام کی انتیجن که کپسول تولید میکنن ایچ انتیجن که فلاجیل از اینای اف انتیجن که خود فیمبری از اینا به حساب می و ال پی اس که او انتیجن میگن و اینا اندوتوکسین دارن که بخش از دیوار حجروی از اونا می باشه K
کی انتیجن در این باکتری ها در این جنس از باکتری ها به نام وی آی یا ورولنس یاد میشه، به نام انتیجن وی آی نیز یاد میشه. در تمام ایسن و انتیجن در یعنی هم او هم ایچ و هم وی آی در تعاملات اگلوتنشان حصه میگیره در لابراتوار و ما را برای تشخیص واقعات سالمونلا کمک میکنه که انتیبادی های ضد ایچ او و وی آی میتونه که سویه از انتیبادی ها در تیتر از انتیبادی ها در سیروم خون افراد با البته با موجودیت این انتیجن ها تثبیت بشه و تعیین بشه که در تشخیص سرولوژیکی مرض بسیار به ما کمک میکنه. انواع سالمونلا که گروپ آریزونا میگن، آریزونا گروپ آف سالمونلا شما مطالعه میکنید، سالمونلا تیفی، سالمونلا تیفی موریوم، سالمونلا انترایتیدس، سالمونلا کولریسیوس، کولری سویس و سالمونلا اسکوتمولری، سالمونلا پاراتیفی ای ان بی. اینا سالمونلا های انواعی هستند که شما مطالعه میکنید. و خود عفونت های سالمونلا میتونه که بعضا توکس انفکشن باشه، یعنی هم توان با مسمومیت باشه، هم انتان خود از اشتراک داشته باشه و هم توکسین از او باعث مسمومیت بشه که این واقعیت در که هم انتان و هم توکسین از او میتونه که اشتراک داشته باشه در پروسه ویر توکسو انفکشن میگن. توکسو انفکشن. خب سالمونلا تیفی رو مطالعه میکنن که باعث تب محرقه میشه، تب محرقه رو میشناسین، اکثر شما عامل از او سالمونلا تیفیه، تب مورقه به نام تیفوید فیور یا انتریک فیور هم یاد میکنن. عامل از او چه؟ عامل از او سالمونلا تیفیه. ای سالمونلا تیفی ببینین که خود تیفوید فیور یا انتریک فیور هم میگن یا تب مورقه میتونه به شکل سندروم باشه، به شکل سندروم باشه، منبع انتان اشخاص مریض و ناقلین صحتمند تشکیل میدن، منبع انتان همچنین مواد غذایی با منشأ حیوانی اگه آلوده باشه به این سالمونلا تیفی میتونه که اشخاص مریض بکنه. طریق سرایت از طریق دهان، از طریق دهان معمولا توسط غذا، شیر، آب، دستان آلوده و اینا و تماس با دهان انتقال میکنه. باب دخول انتان قسمت خود مجرای هضمی و قشای مخاطی مجرای هضمی میباشه. ببینید محصول های عزیز، زمان یک شخص به محرق آلوده میشه یا مصاب میشه که دوتان سه از این باکتری ها را از طریق مواد غذایی بگیره. وقتی دو تا سه تعداد باکتری ده یک شخص از طریق شیر و از طریق آب و از طریق دیگر مواد غذایی ملوث بگیره، از طریق کانال هضمی، اینا به این مریضی مصاب میشه و مورقه آلوده میشه. ببینید شما در پاتوژنسیز یا خود روند بیماریزایی وقتی که ده به توان سه باکتری در این تصویر مشاهده کنید، ده به توان سه باکتری داخل معده میشه. اگر از این تعداد کم باشه ممکن که قسمن توسط اسید معده یا هایدروکلوریک اسید از بین بره و نتونه که عفونت تاسیس بکنه. پس ببینید انفکشیوز دوزز یا انفکشن دوز از این میتونه ده به توان سه باشه. میایی به قسمت انتستین، در قسمت ام آ این باکتری ها در اینجا توکسین تولید میکنه به قشای مخاطی ام آ، به قسمت مایکروویلی ها خود میچسبانه و اینا داخل میشه به
خود سیستم لنف و غدد لنفاوی پایر سپیچ هست، پلاک های پایر و از طریق عقدات لنفاوی میره به سیستم لنف و از طریق سیستم لنف از طریق توراسیک دکت یا قنات صدری داخل جریان خون میشه و بعدا از طریق جریان خون میره به ای اعضا. ببینین اعضای زیاد رو درگیر میکنه مثل سکین، بون، مارو، گالبلیدر، سپلین، لیور و کیدنی. تمام ای ارگان ها رو میتونه آلوده بکنه، از طریق جریان خون میتونه به تمام از ای ارگان ها و اعضا بره و همچنین از طریق کبد، که کبد بسیار زیاد، کبد به سپلین چندین برابر بزرگ میشه، باعث هپاتومگالی و سپلینومگالی میشه، التهاب وسیر در این دو ارگان ایجاد میکنه و بعدا از طریق لیور میتونه برزه به کیسه صفرا یا گالبلیدر و از طریق صفرا دوباره برزه به قسمت اثنی‌عشر از طریق او دکت یا مجرایی که وجود داره و از مدفوع اطراف بشه. یعنی شخصی که مرقه آلوده به مرقه یا تب مرقه هست، مدفوع از او میتونه که مملو از این باکتری یا انتان باشه، سالمونلا تیفی. در صورتی که با دست ناپاک و یا حوله مشترک در صورتی که استفاده میشه و یا پشقاب، قاشق، این چیزا میتونه که زود انتقال بکنه به دیگر اعضای خانواده و فامیل. این ای بود پاتوژنسی زرزی. ببینین دوباره هم توضیح میدم، انتان از قسمت دهان دهان سه باکتری رو شخص میگیره، میره به قسمت امعا یا انتستین، در اینجا ای انتانات رشد میکنه، تکثر میکنه، توکسین تولید میکنه، قشای مخاطی امعا رو تخریب میکنه، جذب پلاک های پایر یا عقدات لنفاوی قسمت مزنتریوم میشه و از طریق عقدات لنفاوی داخل سیستم لنف و از طریق لنف و از طریق قنات صدری میرزه به خون و به خون که مخلوط شد از طریق جریان خون به این تمام ای اعضا انتقال میکنه، خصوصا سپلین و کبد بسیار درگیر میشه، ملتهب میشه، بزرگ میشه و میرزه به گلبلدر یا کیسه صفرا و از اونجا به اثنی‌عشر و از طریق مدفوع اطراح میشه. خب سندروم مرقه یا تب مرقه توسط سالمونلا های انواع کمی از سالمونلا ها تولید میشه و خصوصا سالمونلا تیفی که به نام تیفوید فیور یاد میشه، بسیار مهم. ببینین انکوبیشن پریود یا دوره مخفی از 10 تا 14 روزه، 10 تا 14 روز، 10 روز ممکن در اشخاص که معافیت از اونا کمتر باشه و 10 روز ممکن در اونایی که مقاومت بیشتر داشته باشن دوره مخفی. و علائم کلینیکی ببینین تب، کسالت شدید، سردرد شدید، قبضیت، برادیکاردی و درد عضلات اینا می باشه. اینا از جمله علائم کلینیکی: تب، کسالت، سردرد شدید، قبضیت شدید، برادیکاردی و درد عضلات، اینا همه از جمله علائم دیگه که میتونه باشه. ببینین به نام راس اسپوت یا لکه های سرخ اکثرا در بالای جلد، نواحی بطن و یا صدر دیده میشه. لکه های سرخ بسیار کوچک به شکل پتیشیل هموریج، راس اسپوتس میگن، در اکثر واقعات شمار WBC ها نارمل و یا پایینه. ای یا چما باشه که در ای باکتری لیوکوپینی دیده میشه، در بیشتر از واقعات لیوکوپینی یعنی شمار WBC ها پایینه. ای در حالی که در بیشتر عفونت ها لیمفوسایتوسیس می باشه، یعنی شمار WBC ها بالا میره، ولی برعکس در این عفونت، در این که پروسه التهابی هم هست، ای پایین میاد و ای به خاطر از اینه که ای انتان ای حجرات تخریب میکنه و مخ عظم درگیر میکنه.
از اختلالات عمده تب مریقه که بسیار مهمه که بفهمید، اختلالات عمده از این میتونه که انتستینال هموریج باشه، تثقب امعا، یعنی خونریزی در امعا و سوراخ شدن امعا، جدار امعا، اینا میتونه که از جمله اختلالات عمده از این باشه که 10-15% واقعات مرگ و میر تشکیل میده. اگر زود هنگام تشخیص بشه این مریضی در نزد مریض و تداوی انتیبیوتیکی یا انتیمیکروبیال شروع بشه، آغاز بشه، واقعات مرگ و میر از این تا 1% کاهش پیدا میکنه. یعنی او 1% دیگه میتونه باشه در اشخاصی که در نوزادان، اطفال خردسن، کهنسالان، اونه که سیستم معافیتشون و مقاومتشون پایینه، میتونه که باز هم این واقعات مرگ و میر تا 1% دیگه باقی بمانه. لژن ها از نگاه پاتولوژی، لژن های عمده در مرض تب مرقه عبارت از هایپرپلاسیا می باشه. هایپرپلاسیا که قبلا هم گفتیم باعث بزرگ شدن کبد و اسپلین میشه. هایپرپلاسیا یعنی رشد بیش از حد یا بیش از اندازه حجرات. هایپرپلاسیا نکروز انساج لیمفوید مانند پلاک های پایل، هپاتایتس التهاب کبد، التهاب تحال، مهراقات نکروزی در کبد، التهاب کیسه صفرا، ریه ها و اعضای دیگر، اینا هم از جمله لژن های عمده که در این مریضی دیده میشه. و اگه بیایم به قسمت تداوی مورد شما میتونیم که البته تشخیص ازی خوبه که قبلا بگیم از روی اعراض و علائم که خود مریض از مریض عکس تاریخچه از مریض خود علائم کلینیکی و همچنین تستای سرولوژیکی که نمونه میتونه خون، مدفوع و اینا باشه، خود از خون از سیروم از جدا میشه و در قسمت تستی هست به نام تست ویدل برای تشخیص مرض مرقه، تستی به نام ویدل، این تست اجرا میشه و تیتر بلند انتیبادی او، تیتر بلند او 1:160 نشان دهنده انتان فعال میباشه. تیتر بلند H 1:160 نماینگر انتان سپری شده یا معافیت سپری شده می باشه و تیتر بلند انتیبادی و مقابل انتیجن VI که قبلا به شما توضیح دادم در بعضی از ناقلین دیده میشه. تست ویدل یک تست تیوب اگلوتنیشن تسته که به شکل سلاید هم بعضا اجرا میشه و بعد از اینکه تشخیص شد این مریضی در نزد شخص، شما انتیبیوتیکی که استفاده میکنین سپروفلکس یا سفت ریاکسون، اینا دواهایی که میتونه بسیار مفید باشه و یه انتان در مقابل از اینا حساس. سپروفلکس در پلوی تداوی انتیبیوتیکی یا انتیمیکروبیال باید تداوی حمایوی هم داشته باشیم، سیروم تراپی، ویتامین تراپی، رژیم غذایی، اعاده آب و الکترولیت ها، رفع قبضیت و اینا میتونه بسیار مفید واقع بشه. برای رفع قبضیت میتونه دوا داده بشه، مثلا ملک آف مگنیشیا یا کریم آفین. خب مسئله عزیز، انشالله تب مرقه رو شناختن و همچنین سالمونلا ها باعث حالات سپسیس هم شده میتونه، باکتریمی همراه با قرحات موضعی رو ایجاد میکنه. این حالات معمولا توسط سالمونلا کولیراسیوس به وجود میه. همچنین انتروکولایتس ایجاد میکنه که از جمله تظاهرات بسیار معمول انتان سالمونلا میباشه. انتروکولایتس التهاب شدید نایی کولون توسط سالمونلا تیفیموریوم و انترای تیدس ایجاد میشه.
این میتونه که به شکل توکس انفکشن باشه، بعضن بعد از هضم سالمونلا ها مریض در مریض باعث ببینین در اینجا 48 ساعت بعد از اینکه این آره انجسشن یا بله میکنه ای سالمونلا حالت سالمونلا تیفی موریوم و انترایتیدس باعث دلبدی، استفراغ، سردرد و اسهال شدید میشه در نزد مریض. این یک توکسو انفکشن و لیوکوسایت ها یا کل سفید خون در مدفوع دیده میشه. تب هم وجود داره در مریض، میتونه که لو گرید فیور باشه و این معمولا 2 تا 3 روز به طول می انجامه تا که ریکاور یا شفایاب باشه مریض. انتروکولایتس به شکل یک توکسو انفکشن می باشه. این بود سالمونلا ها که شما انشاءالله شناختین. باکتریا های سالمونلا، باکتریا های گرام منفی چوبک مانند معایی از فامیلی انترو باکتریا سیه که ای جنس نان لکتوز فرمنتینگ می باشن و اینا لکتوز تخمر نمیدن. بالای محیط کشت مکانکی کالونی از اینا قابل تفکیک از شیریش یا کلای، چون کالونی از اینا به رنگ زرد روشن یا بیرنگ دیده میشه، برعکس ای کلای که به شکل به رنگ صورتی یا پینک دیده میشه. و همچنین محیط های کشت انتخابی برای کشت سالمونلا ها وجود داره به نام SS اگر و XLT4. اینا محیط های کشت انتخابیه که شما میتونین سالمونلا ها رو جدا بسازین از نمونه های کلینیکی. امراضی که تولید میکرد که با شما مطالعه کردیم، یکی از امراض مهم سندروم انتریک فیور یا تیفوید فیور بود که توضیح دادیم و دیگه خود انتروکولایتس بود و همچنین باکتریمیا همراه با قرائات موضوعی بود که توسط از این باکتریا ها تولید می شود. در این سلاید هم شما می بینید که دواهایی که برای از اینا داده می شه برای سیروتایپ های مختلف تیفی، یکی سفتریاکسون و یکی سپروفلاکسین، یا سفتریاکسون و یا سپروفلاکسین می تونه که تجویز بشه در واقعیت انتروکولایتس، گاستروانترایتیس، فود پایسونینگ که عبارت از توکس انفکشن، معمولا انتیبیوتیک ها میتونه استفاده بشه ولی بهتر اینه که در واقعات توکس انفکشن یا انتروکولایتیس اعاده آب و الکترولیت ها و لواجم میده و انتیتوکسین در صورتی که موجود باشه برای مریض داده بشه، بسیار میتونه که تاثیر خوب داشته باشه. و سالمونلا ها کاتالیز مثبتن و اکسیدیز منفیان مانند دیگر جنس های انترو باکتریاسیه. تشکر از توجه شما. الله یارتون.